این یعنی برنده جام گردد و این مسابقاتی که در دور فینالی بوئین و این قلده است بیشتر به موئین چی مصلحت دادنی بودید و من چی نظر و اندیشه داره در باره این ورزشکاری دوستانی Синий угол, добро пожаловать, боец из Таджикистана. Его зовут Таджик. Встречайте, бой! در باره قربان گاجیف چی گفتم میتوانم که قربان گاجیف این اول چمپیونی کلوبی اپلوت است که ما شویدیون هستیم در پاوسته اینترنت میبینیم. خب باز چورکانتا چمپیون جهان از نموده ای دی سی سی یعنی از بانکراتیون که اصول ورزش بین المللی است. خب باز او رو تو یعنی گسیل کرده بود. او از کلوبی عبدالمناف است، از کلوبی یعنی که پدری حبیب نورماگامدوف که یکی از ورزشگران نامی که روسیه در UFC درآمد میکند. خب این از آن کلوب است و خیلی هم ورزشگری خوب است، از حساب فیزیک قوا یعنی پرقوتر است. خب میبینیم که ایلون میکنه. Итак, представляю вам соперников. В красном углу ринга бойцу 20 лет, вес 61,9 кг. Мастер спорта международного класса. Четырехкратный чемпион мира по панкратиону. Чемпион мира по версии WFC. Дамы и господа, с профессиональным рекордом 8 боев, 8 побед, ни одного поражения. Представляющий бойцовский клуб DCC из Махачкалы, Республика Дагестан, Россия, Курбан Бекон Гаджиев. И его соперник в синем углу ринга. Бойцу 18 лет, вес 62 килограмма ровно. Также является мастером спорта международного класса. Чемпион мира по боевому самбо 2013. Представляющий бойцовский клуб Touch Fighter из Таджикистана. Ведомый президентом Федерации боевого самбо Таджикистана Ахтамом Хакировым. Встречайте! من احتم میخواستم یک چیز رو برای شما یادرس کنم دوستان عزیز و نفرانی که ما رو تماشا میکنند. قریب یک دقیقه در باره عنوانهای رقیب موین گف زدن در اینجا زالگورسکی اعلان کرد. خیلی عنوانهای بلند رو گرفتن، حتی چهار مراتب چمپیون جهان و عموما چی میخواستی شما گفتن؟ بله علاقه شما دیدید که محاربای پروفیسیونالی او رو اعلان کردن که 8-0 است، یعنی 8 بی مغلوبیت 8 پبیده 0 پراجینی. خب میبینیم که موینجان با این چخیل کار میکنند. ما علاقه با موین فهموندم که با این حتما نمود گریپلین خودش رو که است با او کار کند و حتما از گریپلین او نگریزد. خب نه عموما احتم من با این کار کردن گریپلین آیا اصول است در حالی که او کسبی یعنی پروفیشنالی می باشد؟ خب مرود علی، من شاید اون هستم که وقتی که موینجان در دستی اعظم خوکیروف تمرین میکند، خب فکر میکنم که گریپلین اعظم خوکیروف بهتر از گریپلین نو است. ولی که اعظم در چون میبینیم در اینجا این اثباتی گفتهای مونیز در این حالت اگه در اینجا داشتن اگر موین ایستد من فکر میکنم میتواند غالبیت رو به دست آورد. تسلیم نمیگردن رقیبین، خیلی حالت مشکل است برای رقیب موین و موین چون احتم خوکیروف نیز ابراز کردن که اعظم خوکیروف یعنی برادر احتم خوکیروف خیلی تجربه غنی دارد در پارت کور کردن. بله چیزی که اعظم اینو تایید کرده است بود تایید کرد برای این مسابقه در نمودی گریپلین. خب فکر میکنم یوز کوتاه نستر میفهمد بینید حالت رو احتم خوکیروف انم اینجا خطاگی موین رو در چی ببینید برای چی؟ خب از این سوی که خطاگیش در چی است اول پایهای خود رو یعنی جاوس نگیرید برای گرفتن لب بودن دست اول باید پایها رولی از همه از اوتا این امور میلیون هدر شد. خب میبینیم که باز بعد میلیون رو چکنه کنند و بینید کنند که برعکس شد و رقیبی او از بالا آمد. اما این حالت خیلی مشکل است برای میلیون. موین هرچی بیشتر باید از این حالت این دوگوار و پای را داشتن موین در حال پای را داشت و این دوره نهایی است دوستان عزیز، دوره فینالی است. موین غفوروف با قهرمان چهارکرده جهان مبارزه میبرد، ورزشکاری که بارها توانسته است که غالبیت را به دست آورد چون در اینجا زاگورسکی اعلام کرد باره با باخت یعنی دوچار نگردیده است رقیبی
موین و موین نیز سال 2013 دوستان عزیز در رشته سامبوی محارباوی قهرمان جهان شد، یعنی چمپیون جهان شد و همچنین در همین سال توانیست که در ایتالیا و عموماً نیز اون عنوان را بالا سرد. آیا درست است این احتمال رو گرفت؟ بله، من در سال 2013 خیلی هم مسابقه خیلی خوب را اشتیو کرد و جلو نمانان اشتیو کرد. خب علاقه موین موی مایی که سال 2014-18 ساله شد، علاقه از فدراسیه خب جهانی بنام گفتن که حتما عکس موین رو و کپی پاسپورتش رو بکن برای عنوان استودی ورزشی درجه بین المللی با موین یعنی اتفاق کنیم. خب میبینیم که موین حالا در این فینال بینید حالت زیبا است برای موین، میتواند که لرد دادن دست رو استفاده برای دیوی که بینید هلی حالت خوب است، حالت خوب است لرد دادن دست رو و این حالت اومد چیگونه با اگزوری مینماید احتم در این خوب ورزشگر حریف یو خیلی هم در این عظیم نمید وقت بینید چیگونه است حالت خیلی مشکل برای رقیبی موین و تسلیم نمیگردد در نزد موین. خب البته تسلیم نمیگرد برای چی؟ برای که این ورزشگر اولش چون کرد چمپیون جهان است و نمیخواد که در ریتینگ پرفسنالی او یک تا یعنی چه مغلوب شود، یعنی که 8-0 است و اوزی که اگر موین در اینجا غالبیت رو به دست برد و 8-1 میشود، یعنی برای ریتینگ آینده این ورزشگر یعنی خوب نمیگرده. خب احتمال کنید چون در برای ریتینگ ما صحبت کردیم در برای مسابقاتی که بونوفسمن میخواستم که امروز بیشتر شاید مخلصانی هستند بگویند که موین خیلی خود را شادیس میکند و مخلصانی هستند که میخواهند که بفهمند که برای چی امروز جوانان تاجیکستان در هرمون مسابقات بانفوز از قبیل UFC بار اومده میکنند، در یعنی من ارنده های بین المللی رو در نظر دارم و من چون شما متخصص این سوها هستند امروز در تاجیکستان دیگر کلوب ها نیست شده گردند اما بیشتر شما رو در این رشته ورزش میدونن و میشناسن و من میخواستم که شما چون که شاگردان شما پای هم پیروزی میورن هم از اردور اودیلبکوف که در نظم شما تمرین کرده بود هم دیگران عموما و عموما برای این سطح بین المللی بار اومدن چی باید کرد؟ خب البته برای سطح بین المللی بار اومدن من باز تکرار به تکرار میگویم که اول با ما سرپرستان لازم است. ولی می سرپرست عموما ورزش پیش نمیرم. خب سرپرستان لازم است که ما رو دستگیری کنند و ما مسابقه های بین المللی در جمهوری تاجیکستان برگزار گذرانیم و نماینده های این ارگانیزاسیونی که جهانی هستند یعنی با مانند بلاتور UFC یکی از نماینده های آنها رو یعنی منیجرشون پراموتر است اینجا تکلیف کرده و مهمانداری کردن کار خب اونا رو یعنی اونا باید ببینن تاجیکستان رو بیانن و ورزشگران تاجیک رو بینن یعنی خب بعض ممکن است که ورزشگر تاجیک در نیکل ارگانیزاسیه با خود افشتی رو یابد. خب از کشورهای همسایه بیشتر کدوم ورزشگران کدوم کشورها در اینجا رو بیافتن؟ خب من از میدونیزگی کنم از روسیه بسیار است چخلی که از کلوبی دوستان از عبدالمناف در اونجا فرلندی است و یکچند ورزشگران من خچف اسلام آمده علی با داودی نفست خب بسیار ورزشگران است خب از سنکو مرکزی ولی خب میدونم که از کلوبی عوش پراید علاقه یک ورزشگر از اوپیستون بله خانوستون یک ورزشگر در وزن 60 کیلوگرم علاقه کنترل کرده است و UFC خب با کدام خوکی با خوکی که عوش پراید علاقه چند سال است که مسابقه های به حد خوب شو میدیدارد من شاید یاد بودم که پراموت منیجر یکی از بقوات ویلاتور در اونجا دعوت شده بود. خب آیا برای ورزشکاران تاجیک و برای جوانان تاجیک راه یافتن به این امکانات هست؟ بله امکانات هست. بله دوستان عزیز چون احتم خاکیروف برای ما ابراز کردن چون ببینیم رقیب موی نیست که خسته گردید است و احتم خاکیروف نیست ابراز کردن که در این تشکیلات بانفوز UFC راه یافتن هست اما ما باید سرپرستان امروز هرچی بیشتر دستگیری کنند و ورزشکاران تاجیکشون میبینیم که خیلی بی‌ضابطه اگر دست احتم خوکر فر هر لحظه میخواهد که با موین مصلحت دید که تو چیگونه اومان ضربه زند و اومان چیگونه اصول ها رو استفاده برد. این حالتی که است
موی و من میدونم عهدم پوکریف که در حالتی که شما بودید و با رقابت شاگرد شما که امروز دست پرور شما هستند در یعنی کلوب نامدار تچ فایتر امروز تمرین میکنند و این کار آسان است که در تربیه کردن یک ورزشکار کار خیلی مشکل است. ورزشکار رو با آسانی گرفتن این کار آسان است، گرفتن و محاربه موندن، اما تربیه کردن این مرحله هایی که میگذرن من میدونم که چگونه مرحله دور و دراز است و یک ورزشکار تو به این درجه برسد. بله ورزشکار کار کردن در کار یعنی من چلی که در کنتوری که در تحقیق رو باری لیگ هست علاقه کلوبی تشفایتر دینامیک بوز کلوبی تشفایتری وردن که ما علاقه از خودسالی گرفته تربیت از ایسی بانکی در چلی که در ما گرفته ورزشگران رو بسیارتر میبرند نمیدونم که رو چی تمرین میکنن در بیجا تمرین میکنن اومدگی در اینجا میبرند برنامه دی پرافیسنالی نرسن میکنن این یعنی درست نیست، این کار خوب نیست. ورزشگر رو حتما پیش از این که مسابقه آوردن حتما باید 20 روز 25 روز پیش تمرین هایی که یعنی در یک روزی رو تمرین کنند و باید دارد که او با چکلی مسابقه میبرد در اکرد باید چونه باشد. اون من با ورزشگرانی که 17-18 ساله هستند با اونها بسیار کار کرده استیدن و نورستان هستند که در آنجا اونها هم باید پرشن برده کشور گردن. من احتمال کوکریف یک سوال دارم چون در اینجا میبینیم این خیلی خوب کار میکنم او 18 رو پر کرده است. پارسال من یاد دارم که موین رو دعوت میکردن شما اجازه نمیدادید، خب سبب در چی بود؟ سبب در اون بود که موین اولا تجربه خوب نداشت و جوان است، علاقه او همین سال 2014-18 ساله شد، خب علاقه در سین 18 سالگیش من در موین رو من خیلی احتیاط میکردم، علاقه بیه که در سین 18 سالگیش او بین خیلی ورده در اون پرکوات و چیز چکر تجربه دار بله چکر مقالیه میکنم تواضیه میکنم و بین سبب در آن بود که در کنم مصابه کوی یعنی بسیار مصابه کوی بود که اونها رفصانی نبودن و این حتما با ما باید اشتراک میکرد و رفصه اشتراک کرد و بینید که این البته با اون مکتب بزرگی گردیده است که حتی رقیب چهار کراته چمپیون جهان دیگر یعنی مدار خوازمایی ندارد، بین خود را دور میکند و خستگی را بکولی احساس میگردد که او دیگر نمیخواهد قربان گجیف نمیخواهد که با اون رقابت کند. دوار مرکزی چون من میدونم دوار تجربه دار است، هر لحظه میخواهد که او را با این یا دعوت کند به نزد موین و او دیلی نخواهم به نزد موین میوید با دوباره بود موین انمون اصولهای خیش را استفاده میبرد. خب احتمال کوکریف چون میدونیم در برای موین سخن رانده در برای کلوب تچ فایتر و امان کشاده شوی چون این کلوب هایی که امروز شما میرید ضربه های سلسله ضربه های موین غفور که در هم در شهر وحدت و هم در شهر دوشنبه چندی کلوب ها این یک قدمی پیش است برای شما و این نیز میتوانیم تبریک گوییم شما را با این شما شوید و بینید که موین رقیب را چنان خسته کرده است، چنان ضربه میزند که یک رقیب مداری قواز موین ندارد و دوار مرکزی نیست شاید در اینجا اشاره نماید که بس است نفکرم نکاوت شد دیگر این حالت بیرید دوار نیست اشاره برای دارد که بس است و موین توره برنده جام جهان گردید. دوستان عزیز این شهریت جمهوری قریم است و برنده مدال طلا جام جهان موین غفوروف است. موینه که توانست در اصل با اصولهای زیبا با پرتافتهای زیبا با ضربه های دست و پای کلان پیروزی را به دست آورد. این پیروزی مهنتی است یعنی به قول دیگر این خرودوای میگویند چون که خیلی مهنت کرد زحمت کشید و توانست و بینید احتمال کوکریف نیست این را یعنی اثبات کرد. بله موین اثبات کرد چون در اینجا احتمال کوکریف ابراز کردن که موین دوباره اثبات کرد که او قادر است بهره به دست آوردن هم جام هم عنوان قهرمانی دوباره هر کس که میبینیم نیست اونی سمه خواهی گردن. خب و این پیروزی را برای موین و احتم پاکر و هم سبقانی و از جمله دیگران نفران که در اینجا شرکت کردن تبریک میگیم و این رقیبی موین محتاج به فکرم دیگر نیاز به طبیبان دارد و باید طبیبان این را هرچی بیشتر این حالت که بینید طبیب چون ما سخن را گفتیم و طبیب در حال به نزد رقیبی موین دوید. خب در همین جانیز دوستان عزیز ما گزارش خیش را به انجام میرسونیم. این گزارش ما از شهر یلتای جمهوری قریم منظور شما گردید و موین پیروزی خود را در این مسابقات
استقبال نمود. یعنی موین غفوروف توانست که برنده میدان طلا گردد و جام را به دست آورد، چون که رقیبان چون این فرش زمین گردیدن. ببینید خب بگذار الکساندر زاگورسکی اعلان نماید گلیب را، عموما به طور رسمی و مکافات ها را سپرد. ما باشیم در همین جا دوستان عزیز با شما خیر خوش میکنیم، شاد و پیروز. وقت هم شما چی گفتنید؟ خب باز یه بار دیگه من با موین این غلبه رو یعنی تبریک میکنم که او بسیار زحمت کشید و چلی که میبینید چهار کراته چمپیون جهان او رو کشیده کشیده بوده ایستادن و او نمیتواند راه گشته و این قرصک ها به خاطر موین غفور هستن. بله بله. ما نیز با شما خیر خوش میکنیم دوستان عزیز و در اینجا رسمی مکافات سپاریم و البته حتما میدان طلا به گردن موین آویزان میگردد و شاید در اینجا رقیب موین دیگر مداری به این استاده نباشد و به رقیب موین دو نفر برنده جای اول و سیوم.